فرودگاه های زیادی تو دنیا ساخته شده و سریع ترین وسیله جابجایی از طریق همین فرودگاه است. تو کل کره زمین شاید باورتون نشه بیشتر از 17,000 تا فرودگاه وجود داره. هر کدوم از این فرودگاه ها یک مزیتی داره. بعضیش سالونای ترانزیت خوب داره، بعضیش تمام کامپیوتریه و بعضیش هم خطرناکه. و این خطرناکترین فرودگاه دنیاست. در مسیر پروازها، مخصوصاً نشست و برخاست، خطرات زیادی ایجاد میشه. هوای بد، برف و یخ روی باند. پروازها معمولاً در فرودگاه‌های بزرگم با خطر روبرو‌اند. خطراتی مثل برف و بارون و باد هواپیماها رو در حال نشست و برخاست تهدید می‌کنند. اما در خطرناک‌ترین فرودگاه دنیا، همه این مشکلات هست به اضافه مشکلات دیگه. این فرودگاه تنزینگ هیلری در نپاله. این فرودگاه در ارتفاع 2800 متری قرار گرفته و یه جورایی بالای کوهه. این فرودگاه برای این ساخته شده که اگر بخوای بری قله اورست رو ببینی، باید با هواپیما بری اینجا پیاده بشی. یا اینکه چند روز وقت بذاری و از راه‌های دیگه بیای. خود کوهنوردی اورست خودش پر از خطره که خطر این فرودگاه هم بهش اضافه میشه. چون تمام کوهنوردا و بازدید کننده های اورست باید تو این فرودگاه فرود بیان. کوهنوردا برای رسیدن به قله اورست در عذاب بودن. با اینکه این فرودگاه خطرناکه، ولی مشکلات اونا رو خیلی کمتر میکرد. در سال 1953 سر ادمند هیلری و تنزینگ نورگی اولین کوهنوردایی بودند که به قله اورست صعود کردند. این فرودگاه اون موقع وجود نداشت. برای همین این دو به بدبختی خودشون رسونده بودن به پای کوه. با صعود به اورست، اونا عاشق این کوه شدن و گفتن باید یه کاری بکنیم که هر آدمی بخواد این قله رو ببینه بتونه. اونها تصمیم گرفتن از جیب خودشون یک فرودگاه بزنن. اونها در پایین کوه که زمین‌های صاف کشاورزی وجود داره، دنبال زمین گشتن، ولی هیچ کدوم از اون کشاورزا حاضر به فروش زمینشون نشدن و اجازه ندادن که زمینشون بیشتر آباد بشه. بالاخره این دو انقدر دنبال زمین گشتن که خسته شدن. راضی شدن این زمین رو بالای کوه بخرن که یک اندازه خیلی حداقله که میشه یک فرودگاه توش درست کرد. اونها زمین فرودگاه رو $2,650 خریدن که به نرخ امروز میشه حدود $26,000. این زمین بالای کوه بود که هیچی، پرت و پلا هم بود، یعنی یک راه وجود نداشت به اونجا. برای همین نمیتونستن ماشین آلات ببرن برای ساخت این فرودگاه. اونها حساب کردن برای صاف کردن و آماده کردن این زمین باید قلتک و لودر و بولدیزر بیارن، اما هیچ راهی وجود نداشت و ساختن جاده برای این فرودگاه بسیار گرون در میومد. این بود که سر ادمان هیلری یک فکر به ذهنش رسید. اون بین تمام روستایی ها جار زد که در مقابل کوبیدن این زمین با پا الکل میدیم و دستمزد رو با الکل پرداخت میکنیم. حالا نمیدونم مردم اونجا الکلی بودن یا اینکه پولو نمیشناختن. بالاخره قبول کردن که بیان با پا بکوبن. یک زمین صاف به طول 527 متر و عرض 30 متر توسط پای مردم کوبیده شد و آماده نشست و برخاست هواپیما شد. البته به صورت خاکی، چون همین اواخر اسفالت شده. طول 527 متری این باند ممکنه به نظرتون زیاد بیاد و بگید کافیه، اما باید بگیم نه، به هیچ وجه. طول باند یک فرودگاه عادی حداقل 1800 متره. یعنی باند این فرودگاه کمتر از یک سوم حداقل یک فرودگاه استاندارده. اونها به خاطر اینکه باند کوتاهه، یه مقداری سربالاییش کردن که هواپیما بتونه زودتر بایسته. در این فرودگاه
فقط هواپیماهای سایز کوچیک میشینه، اونم با هزار جور خطر. قبل از شروع این باند یک دره مهیبه که 600 متر عمقشه. انتهای باندم یک کوهه. یعنی خلبان متبحر میخواد که نترسم باشه. خلبانی که میخواد تو این فرودگاه بشینه اول از همه نباید بترسه. وقتی داره از روی کوها عبور میکنه یه دفعه یک دره جلوش سبز میشه. اون باید فوراً شیرجه بزنه پایین و باید خودشو تنظیم کنه که اول دره بره روی باند و تا قبل از اینکه به کوه برسه بیسته. تو فرودگاه عادی اگر اشتباه بشینی روی باند میتونی دوباره راحت بلند شی و بری یه دور دیگه بزنی. ولی اینجا اگر دوباره بخوای بلند شی میری تو سینه کوه، پس راه اشتباه وجود نداره. وقتی از دهانه دره خودشو ول میکنه پایین دیگه راه فرار نداره، باید بشینه. مکافات این فرودگاه یکی دوتا نیست. تازه تمام این خطرات برای موقعیه که هوا صافه. اما اینجا مه‌های مهیب میفته به طوری که یه متری تو نمیتونی ببینی و هواپیماهایی که به این فرودگاه میان معمولا از کاتماندو بلند میشن و مه بودن این فرودگاه مسئله‌ایه که قابل پیشبینی نیست. ممکنه در عرض 15 دقیقه به یک باره همه جا رو مه بگیره. معمولا وقتی مه میشه به کاتماندو اطلاع میدن که هواپیمای به این طرف نیاد. در سال 2011 چنان مه غلیظی اینجا نشست و دو هفته هیچی دیده نمیشد و تمام کوهنوردا برای دو هفته تو فرودگاه اسیر شده بودن. آخرین اتفاقی که در این فرودگاه افتاده مربوط به سال 2019 است. در اون واقعه هواپیما میاد میشینه ولی به یک باره میبینه یک هلیکوپتر وسط باند نشسته و میکوبه به هلیکوپتر. هم هواپیما هم هلیکوپتر دچار حریق میشن و سه نفر کشته میشن. نمیخوام به ترسونمتون ولی در سال 2017 یک هواپیما وقتی اومد بشینه چند ثانیه زودتر اومد پایین و برای همین چرخاش خورد به لبه دره و درجا منفجر شد. این هواپیما هم سه سرنشین داشت که دو نفرشون کشته میشن. در سال 2008 هم یک هواپیمای دیگه میزنه به لبه دره و منفجر میشه، اما تو این هواپیما جمعیت زیادی بودن و 19 نفر کشته میشه. حالا فهمیدین نشستن تو این فرودگاه چقدر خطرناکه؟ حاضرید برای رفتن به اورست تو این فرودگاه بشینید؟ لطفاً کامنت بدید. نپال برای پرواز به این فرودگاه با تجربه ترین خلبانا رو انتخاب میکنه و دو برابرم بهشون پول میده، اما میزون کردن هواپیما که درست لب دره بشینه نفس رو تو سینه حبس میکنه. اما یه چیزی میگم شاید باور نکنید، با این همه خطر در سال حدود 100 هزار نفر در این فرودگاه میشینن و بلند میشن، اما یه تعداد کمی میشینن ولی بلند نمیشن.